چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی‌شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق. همیهنان گرامی سلام، من محمد حسیبی هستم و امروز 31 تیر ماه 1392 و یا 22 ماه جولای 2013 میلادی است. در چنین روزی، یعنی یک روز پس از قیام 30 تیر، در سراسر خیابان‌های تهران به خصوص در میدان بهارستان از پلیس و ارتشیان و تانک و توپ خبری نبود. همه برگشتند به سربازخانه‌ها و مردم و جوانان به خصوص با نوارهای سیاه به سینه که به خاطر جانباختگان 30 تیر بود، نظم رو در ایران به دست گرفته بودند و به خصوص در تهران به دست گرفته بودند. مردم جنازه هایی که روز 30 تیر جان باخته بودند بر سر دوش به مسجد سپهسالار آوردند تا به سوی شهر ری روانه بشند برای خاکسپاری جان باختگان. زنده یاد دکتر محمد مصدق هم به وسیله مردم در واقع و نمایندگان مردم در مجلس، باز زمامدار امور ایران شد و همکنون با گفتن این اشاره، با این اشاره که بدانید روز بعد از 31 تیر چه وضعیتی ایران داشت و تهران داشت، همکنون با آقای دکتر ناصر زرافشان، همونجوری که قول داده بودم، هستم و از ایشان متشکرم که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و همکنون میکروفون رو به ایشان واگذار میکنم تا در این مورد و هر موردی که لازم میدانن در مورد این قیام رستاخیز و قیام 30 تیر با ما و شما سخن بگن. سلام میکنم بار دیگر به شما آقای دکتر و میکروفون رو به جناب عالی واگذار میکنم. من هم خدمت حضرت عالی و خدمت همه هموطنانی درود می فرستم. 30 تیر قیام ملی ماست. از اون صحنه هایی است که گاه دهه های متوالی جامعه در انتظارش هست و از اون رستاخیز هایی که امروز تو جامعه باید سرمشق باشه با شرایطی که الان داریم. این برآمد ها بسیار قابل تأمل و بررسی هستند و ما به دکتر مصدق بدهکاریم، جامعه به دکتر مصدق بدهکار است. باید 30 تیر رو، این رستاخیز ملی رو بررسی کرد، کنکاش کرد و به نظر من مصدق رو باید از نو شناخت. خب در زمینه 30 تیر بعد از اون کودتای ننگینی که
امریکا و انگلیس در ایران کردند، میدانید که چه فضای حاکم شد و به هیچ وجه دیگه امکان این که باز بشه اون چه که طی این دو سال، طی این 27-8 ماه اتفاق افتاده بود وجود نداشت. بعد از اون هم متاسفانه، یعنی بعد از سقوط اون رژیم هم، این مسائل حقش چنان که باید و شاید ادا نشد. بله. یه تیر چشم بسیاری رو باز کرد، از جمله امریکایی که بسیاری تا اون زمان روی میانجی شرافتمند و درستکار می دانستن، فکر می کردن در این ماجرا بی طرف، یا حتی بعضی ها هنوز دچار این تصورند که تمایلات هواداری از ملی شدن رو داشته است، دچار این توهمات بودن. بعد از 60 سال هنوز هم بعضی ها فکر نکرده و تأمل نکرده همون صحبت ها را تکرار میکنم. برخواهم گشت ضمن صحبت ها به این مسئله، ولی رویداد 30 تیر مخصوصا چشم امریکایی رو باز کرد و چنان که بعدها مدارکش افشا شد، از 30 تیر، از پیش از 30 تیر و به خصوص با 30 تیر اونها به این صرافت افتادند که به قول خودشون تخم لبی که مصدق در ایران شکسته، برای مصدق کوچولوهای دیگه هم از اندونزی گرفته تا امریکای لاتین تا ونزوئلا مشکل و دردسر ایجاد خواهد کرد و شاید به همین دلیل، یعنی بعد از تجربه 30 تیر خیلی قطعی تر خود امریکایی ها هم برخلاف تصوری که وجود دارد روی طرح کودتا در ایران مصممتر و پافشارتر شدند. به اونهایی که تا دیروز می گفتند 28 مرداد قیام ملی بوده است و مردم به پا خواستند که پادشاه خودشون رو برگردونند، بعد که مدارک و مستندات برملا شد در شرایط تازه، چون راه دیگری نمانده بود جز این که اصلا این بحث رو ببندن چون جای صحبت دیگری نبود، نقمه تازه ای رو ساز کردند که بگذارید گذشته را، حالا هرچه بوده گذشته، تا کی میخواید حرف 28 مرداد رو بزنید؟ تا کی؟ به اونها به خصوص در شرایط فعلی باید گفت چشمتون رو بردارید، باز کنید. الان ریشه های روابط امروز ایران با ایالات متحده که اینقدر براتون مسئله است، مسئله روزه، ریشه های روابط امروز ایران با انگلیس و به طور کلی با غرب به همین گذشته برمیگرده. آنچه که بعد در 28 مرداد 32 اتفاق افتاد، نطفه های اصلیش بعد از رستاخیز ملی 30 تیر بسته شد. و عرض کردم این افسانه که امریکا میانجی شرافتمندی بوده و کل شقی و سرسختی مصدق مانع حصول یک سازش عادلانه شد، که حتی بعضی ها متاسفانه، حتی بعضی هایی که نسبت به مصدق همدلی و همدردی هم دارند، سری به این افسانه رو خورده برن به امروز مدارکی از طبق بندی خارج شده ای رو که بعد از رستاخیز 30 تیر در واقع اینها این مکاتبات صورت گرفته و تا دیروز مکتوم بوده بررسی بکنن. به دوز بازی کردن امریکا و ارائه یک چهره در عرصه عمومی و در برابر عمومی، افکار عمومی دنیا مبنی بر این که در ایران میانجیگری میکنه، مبنی بر این که یک میانجی شرافتمند و درستکاره که خودش منافعی در این زمینه نداره، حرفی که گفتم بعد از 60 سال هنوز بسیاری از کسانی که در مورد اون سالها تحقیق میکنن یا مینویسن اینجا و اونجا جسته و گریخته میزنن، اینها رو به خصوص بعد از مکاتباتی که از 30 تیر به بعد بین
سفیران انگلیس و امریکا در ایران با وزارت خارجه انگلیس با وزارت خارجه امریکا شده برن و نگاه کنن برملا میکنه. یادم هست آقای ابراهامیان اشاره میکنه به درو پیرسون، پیشکسوت مورد احترام جامعه روزنامه نگاری امریکا که ستون نویس واشنگتن پست و اون شرایط سرمشق همکاران خودش الگوی جامعه روزنامه نگاری امریکا. مثلا این آدم یک قصه کاملا ساختگی رو در این زمینه که فاطمی دست راست مصدق چه محکومیت های متعددی بابت اختلاس و پرداخت رشوه به اعضای هیئت منصفه داره تو امریکا بین همه پخش میکنه. عجب. بعد از پخش این شایعات میدونید در مجموعه جبهه ملی من کسی رو در حد فاطمی، کسی که همه چیزش رو ازش گذشت، آدمی پاک باخته که از هیچ چیز در راه مصدق و در راه آرمان مردم ایران، آرمان ملت ایران مضایقه نکرد، مخصوصا در مورد فاطمی که پرونده های متعدد اختلاس و پرداخت رشوه به اعضای هیئت منصفه دارد، این آدم، این پیشکسوت جامعه روزنامه نگاری امریکا پخش میکنه. بعد مزورانه تو مقاله‌ای که در همین زمینه مینویسه با ظاهری پر از لفاظی میپرسه، اینا نقل میکنم، آیا امریکایی‌ها میخوان یک چنین کلاهبرداری باز هم به برنامه ریزی و مدیریت مجموعه بحران پیچیده نفتی خاورمیانه ادامه بده؟ عجب. مینویسه در نهایت همین مرد تصمیم میگیره که در ایالات متحده نفت جیره‌بندی بشه یا نه، یا شاید همین مرد تصمیم بگیره که مردم امریکا به جنگ سوم کشانده بشند یا نه. متوجه بشید چه زبان زهرآلودی، چه مزورانه قصه سازی در مورد فاطمی، پرونده های متعدد اختلاس برای فاطمی عجب. و آمیخته با این بلاهتی که هیچ دادگاهی در اون تاریخ در ایران وجود نداشت که هیئت با هیئت منصفه کار بکنه، که به هیئت منصفه کسی رشته بده، و اینجا امریکاست نه انگلیس، متوجه هستید؟ بله. و بعد با چه زبان زهرآلود و تحریک کننده‌ای میپرسه که همین مرد در نهایت تصمیم میگیره که در ایالات متحده نفت جیره بندی بشه یا نه. عجیبه. یا شاید همین مرد تصمیم بگیره که مردم امریکا به جنگ سوم کشانده بشند یا نه. توجه بکنید که چگونه افکار عمومی رو اینهایی که از رستاخیز ملی و سیتیر وحشت کردن، فکر منافعشون نه فقط در خلیج، خب امریکایی‌ها با آرامکو در کویت و بعد بیرون خلیج به قول خودشون از ونزوئلا تا اندونزی منافع مختلف داشتن، به خاطر اون منافع به وحشت افتاده بودن، ببینید چگونه سمپاشی تو دنیا می کردن. خدمت عزیزتون عرض کنم که وابسته مطبوعاتی بریتانیا در تهران می نویسه که در برای پخش کردن این قبیل شایعات، می نویسه من نقل می کنم ازش که من جیره ثابت و مستمری رو از سم مناسبی که میزان زهرش برای بی بی سی زیاد بود برای همتای خودم در واشنگتن میفرستادم، اونهایی که برای بی بی سی زیاد بود، و گزارش میده این آدم که وابسته مطبوعاتی انگلیس در واشنگتن، گزارش میده که روزنامه نگاران امریکایی از این سم خیلی خوب استفاده میکنن و لاف میزنه که حتی در نوشتن برخی از مطالبشون درباره ایران خود این آقای وابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا به مطبوعات امریکایی کمک میکنه. بله. بله. یا فرض بکنید استوارت آلساپ و برادرش روزف آلساپ که هر دو ستون نویس های برجسته نیویورک هرالد تریبون بودن،
هشدار می‌دادند که اگر ایالات متحده موضع محکمی اتخاذ نکنه، حالا همه مصدق کوچولوهای جای دیگه هم وسوسه میشن که دردسر ایجاد کنن. عجب. وزارت خارجه انگلستان مدارکی هست که بعد از مذاکره با این آقای جوزف آلساب اعلام میکنه که آلساب هم با ما هم نظره که مصدق در برابر عقل و خرد مقاوم و غیر قابل نفوذه و 40 سال جز گوش کردن به صدای خودش کار دیگری انجام نداده. و در ادامه همین مطلب اضافه میکنه روزنامه نگاران امریکا هم با ما موافقند که همه عناصر تحصیل کرده و سیاسی در ایران فاقد درک و واقع بینی هستند. اون وقت آدم متاسف میشه وقتی میبینه که بسیاری از ایرانی ها هم همین حرف هایی رو که شنیده و خونده اند توتیوار تکرار میکنن. مثلا همین آقای ابراهامیان نقل میکنه از رضا شیخ الاسلامی، استاد مطالعات ایرانی در آکسفورد، که همین دیدگاه آماده و کلیشه‌ای غربی ها رو خیلی توتی تکرار میکنه که سیاست سازان انگلیسی و امریکایی، خدمت عزیزتون عرض کنم که خردمند عملگرا، به حضورتون عارضم که اهل سازش، خونسرد اما مصدق، زایع، دمدمی، دروغگو، غیر قابل پیشبینی، ناسپاس و در رأس همه اینها فردی خودکامه است. و توجه داشته باشید که برای غربی ها هیچ چیز لذت بخشتر از این نیست، هیچ چیز ارضا کننده تر از این نیست که در مورد کشورهای دیگه، در مورد به اصطلاح خودشون مردم بومی سرزمین های اون طرف دریاها وقتی حرف میزنن، یکی از خود اون مردم رو هم داشته باشند که حرفاشون رو، صحبت هایی که میکنن، تکرار کنن. هیچ چیز براشون از این لذت بخشتر نیست. همین روزها میبینید چپ و راست این چهره های ورم کرده و پفالود ایرانی های مقیم خارجی رو که در رسانه های ماهواره‌ای و تلویزیونی به عنوان استاد این یا اون دانشگاه دیدید، هر شب و هر روز فراوان، بله، تبختری، بله، با چه تبختری اون قیافه های سیر رو باد کرده و همون یاده های تبلیغاتی رو که بدون هیچ پشتوانه استنادی یا هیچ تحلیل و استدلال جدی، همون هایی که اون رسانه ها میدن و تو خط عمومی سیاست اونهاست، بازگو میکنن، تکرار میکنن. این اون قصه اون دوران رو داریم. به هر حال 30 تیر در واقع از یک طرف سرمشق بود برای تمام جنبش های رهایی بخش ملی در کشورهای سقاره، در آسیا، افریقا و امریکای لاتین، اونهایی که هیچ چیز جز منابع مواد خامشون نداشتند که به ثمن بخش بدند، امپریالیست ها غارت کنند، ببرند و صداشون در نیاد. و خدمت شما عرض کنم از طرف دیگه یک خوشداری بود برای این میانجی های شرافتمند که متاسفانه اینو میخوام عرض بکنم، نه فقط آدم های مقرز، آدم هایی که سرشون در توبره سازمان های اطلاعاتی کشورهای سرمایداری است، که بعضی از مورخین بیطرف هم زیر تأثیر این حرفا قرار گرفتن و متاسفانه بعضی از کسانی که با هواداری و همدلی نسبت به مصدق توی جبهه ملی یه روز روزگاری فعالیت داشته اند هم آنچنان این تبلیغات وسیع بوده که زیر تأثیرش قرار گرفتن. این افسانه رو شایع کردند که امریکا پیشنهادهای مناسبی داد، امریکا میانجی بی‌طرفی بود و اگر کل شقی مصدق نبود، اگر سرسختی مصدق نبود، گاهی میگویند اگر روحیه شهادت طلبی شیعی مصدق نبود، این پشتوانه نبود، رسیدن به یک حل سازش منصفانه و عادلانه، پیدا کردن راه حلی برای حل فصل مسالمت آمیز قضیه ممکن بود. حالا ببخشید آقای دکتر، تازه
تازه بیشتر تکشون بر روی 50% و مسئله 50% نفت بود. اینها دائم بر این پا می فشارن که اگر مصدق همونجور که فرمودید چنین و چنان بود، یعنی در واقع اگر مصدق دیگه مصدق نبود و مصدق تبدیل می شد به همون شاه، اون وقت امکان 50% منافع نفت برای ایران میسر می شد و ایران امروز بهش بود. این گفته میخوام عرض بکنم همین حضرات یه تیر یه نقطه تحوله. اشاره خوبی کردید، من اینو میخوام عرض بکنم که به اتفاقا آقای آبراهامیان تو این کتاب اخیرش این مسئله رو خیلی خوب روشن کرده، کاملا مستند و کاملا روشن، که برای مصدق حتی میخوام بگم یه جاهایی واقعا این رو حاضر بودن بسن، ولی کسانی که اون صحبت رو میکنن این درک رو ندارن، این فهم رو ندارن که مصدق منافع و درصد سهام و چقدر آید من میشه و بشکه چند سنت و از این حرفا گذشته بود. این حرف خود غرب از همه بهتر تو مکاتباتی که تو برای انگلیس و امریکا با وزارت خارجشون کردن به روشنی توضیح دادن که آنچه که ما نمیتونیم ازش بگذریم، آنچه که برای به قول خودش دنیای آزاد نه برای انگلستان و امریکای تنها نهایت اهمیت رو داره، کنترله. میگویند ایران اگر مصدق در قدرت بماند، ایران با تولیدی به مراتب کمتر از این که الان تولید میشه بعد به وسیله AIOC شرکت نفت انگلیس تولید میشه، نیازهای ارزش رو برطرف میکنه و ممکن است این تصور که نفت اگر زیر زمین بماند در آینده گرانتر خواهد شد و به صرف ماست که بیشتر بموند در آینده گرانتر فروخته بشه، ایرانی ها رو مصدق رو وادارد که تولید رو بیاره در حد نیاز خودش به عرض. و این برای جهان آزاد، یادتون هست چند دهه آقایان ورد زبانشون آقایان که حالا از جامعه جهانی و جامعه جهانی چپ و راست صحبت میکنن، این اصطلاح جامعه جهانی جانشین جهان آزاد سابقشون شده و آقایان از این وحشت کرده بودند که ما حاضریم از لحاظ منافع هرچه مصدق میخواد بهش بدیم. بحث بر سر سهام ایران توی شرکت نفت انگلیس و ایران یا میزان حق الامتیازی که ایران میگیره یا اینکه در هر بشکه چند سنت بدیم ندیم، بحث بر سر اینا نیست. ما هرچه جست بدهیم کنترل این صنعت رو، این که اکتشاف، استخراج، میزان استخراج و فروش، نحوه فروش، کجا فروخته بشه، چگونه فروخته بشه، چه مقدار تولید بشه، این برای به قول خودشون جهان آزاد حیاتی است. اینو از دست نمیدهیم و دقیقا اون چیزی که مصدق دریافته بود و روش پافشاری میکرد همین بود. مصدق میگفت اختیار منابع ملی ما باید دست ما باشه، اینو خیلی ها متوجهش نیستن. مصدق چک و چونه بر سر قیمت و نفت و بر سر عواید اینها بود، اینها در این بود، اینها نتایج جنبی اون قضیه بود، یعنی اون چیزی مصدق ازش نمیگذشت و پافشاری میکرد و امروز داره روشن میشه. و اهمیت نقطه مصدق درونه اینه که مسئله کنترل رو، یعنی دقیقا همون چیزی که غربی حاضر نبودن ازش بگذرن میخواست. مصدق تو دنیایی که تو دنیای جنگ سر تو اون حوض احوال میخواست ایران بیترست باشه، میخواست ایران رو بکشه مفهومی که بعد تحت عنوان عدم تعهد تحت عنوان بیترست میدونی بله. مصدق روش کار کرد و مسئله کنترل درش قبل از میزان عواید مطرح بود، این درش مطرح بود که این منبع ملی ما باید تحت اختیار ما باشه. این مسئله خیلی مهمتر از 50-50-40-60 یا نمیدونم هر ترتیب دیگری در تقسیم و تصمیم سود بود. درسته، خودشون روش پافشاری کردن که او دقیقا دست رو نقطه‌ای گذاشته است که قطع قرمز ماست و نمیتونیم از اون عقب بنشینیم. مسئله کنترل و این ماجرا و جنبش رستاخیز ملی 31 تیر بسیاری از توهمات آقایم رو که صحبت میکردن بیش از 31 تیر بارها بار صحبت میکنند که تمام کار مصدق روز به روز اینا دارن بیشتر تضعیف میشن و اپوزیسیون داره قوی تر میشه، فقط
چند هفته قبلش می‌نویسه، فقط مسئله اینه که کی جانشینش باشه، سبزیه یا قوام السلطنه یا فلان یا بهمان. و وقتی که سی تیر رستاخیز این حرکت مردم رو می‌بینند، اون وقت کاملا متوجه میشن که اون توهمات قبلی باطل است. مصدق هم به هیچ شکلی بر سر مسئله کنترل، بر سر مسئله اختیار نسبت به منابع ملی کنار نخواهد آمد. اون وقت نطفه های اون کودتای شوم تو همین تاریخ بسته میشه. من میخوام خدمتون عرض بکنم که به این کیفیت و در پناه این شناخت تازه‌ای که از این مرد هست، دارد تمام اسناد مدارکش در میاد و تایید میکنه، اون افسانه‌ای که حتی آدمای مثل گازیروفسکی هم علی رغم این که نسبت به مصدق دید مثبت دارن، علی رغم این که همدلی دارن و علی رغم این که کارشون، حجم کارشون قابل توجه هست در زمینه بحران 30 تا 32 و مسئله کودتا، اینجا اشتباه میکنن که درست میفرمایید. آخر بله. در مصدق قل شکی نمیکرد، اگر یه مقداری سازش کردند و بله، تصور اینه که اونها واقعا به معنی واقعی کلمه و با مضمون واقعی ملی شدن کنار میمدند. این تصور کاملا باطله. هر چی جلوتر میرویم اسناد و مدارک بیشتر این رو روشنترش میکنه که حضرات به هیچ شکلی حاضر نبودند در مسئله کنترل منابع کتابیان، و این درست اونجا بود که دکتر مصدق دست روش گذاشته بود. کاملا درست میگید. این و این قصه و کودتا مخصوصا، این که هیچ راه دیگری نمانده است بعد از رشوه دادن، بعد از خریدن آدم های مزدوری که برخی دور بر مصدق بودند و میشناسیمشون، میدونیم امثال بقایی و امثال سید کاشی و امثال نمیدونم دیگرانی که میشناسید و میدونید و کم در موردشون گفته نشده، بعد از همه اینا وقتی مایوس شدن و دیدن که این آدم، خب مردم میدونید برای مصدق مجلس هم مردم بودن، هر وقت که اون مجلس شروع میکرد اون روی واقعیش رو بخواد نشون بده، مصدق عادتش بود میمد تو بهارستان، میگفت اینجا مجلس اونجا نیست، اون کنام یک مش دزده که خریدن صندلیاشون آمدن اینجا، مجلس اینجاست توی بهارستان. و سی تیر مردم جواب مصدق رو دادن و سنگ تمام گذاشتن، و اینجا بود که حضرات متوجه شدن که تا حالا هم در مورد مصدق و هم در مورد مردم ایران اشتباه می کردن و ظاهرا راهی جز تجاوز نظامی و کودتا و سرنگونی مصدق وجود ندارد. این نقطه عطف اینه، مضمون سی تیر، نقطه عطفی که سی تیر تو تاریخ ایران و در واقع نمایندش هست. و برخلاف اون یابه هایی که یه عده دارن این روزها ساز کردن که آقا ول کنید دیگه، تا که این صحبت از 28 مرداد میکنید، تا که از 5-60 سال پیش درد میزنید، یه مسئله امروز رو دریابید، و متوجه نیستن که ریشه همه مسائل امروز، ریشه روابط امروز ایران با همون امریکا، با همون انگلیس، با همون غرب، در همون ماجراهاست. باید بشینند درس بگیرند و اونها باید بفهمند که نه، خیلی بیش از اینا ما احتیاج داریم که سی تیر رو بشکافیم، عواقب نتایج سی تیر رو بشکافیم و مصدق رو از نو بشناسیم. کاملا صحیح میفرمایید آقای دکتر، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اتفاقا درست 10 دقیقه قبل از اینکه مصاحبه با جناب علی آغاز بشه، این یکی از این تلویزیون های معروف لس آنجلسی رو دیدم که آقایی به نام آقای داعی الاسلام که عضو پیشین و به نظر من عضو نفوذی کنونی مجاهدین و همدستی با سلطنت طلبان بر علیه ایران و مردم ایران هست، همین مسئله رو عنوان میکرد که جناب علی، و غر میزد که تا کی 28 مرداد رو میخواید. این نمونه بود که نتونستم اشاره نکنم، چون درست 10 دقیقه قبل از صحبت با جناب علی داشتن همین حرف رو میزدن. نتیجه این بود که ببینید تا یه زمانی اینها اصراری نداشتن که اصلا این مسئله رو
بفرستندش تو محاق، اصلا بحثشو نکنن، زیرا هنوز میتونستن بگن قیام ملی. بله. هنوز میتونستن بگن مردم پادشاهشونو میخواستن. هنوز میتونستن مردم و امیر مغول و اسقر شاطر و شبون بیمخو بذارن جای مردم و مردم رو بذارن جای اونها. ستمکاری یک مشت هرزه خود فروش رو بهش بگن عدالت، بهش بگن مردم و عدالت طلبی و مبارزه مردم رو هزار یک انگلش بزنن. اما وقتی این مدارک در اومد، وقتی اسناد از طبقه بندی خارج شد، وقتی صاحب عله آمد رسما عذرخواهی کرد، هیچ راه دیگه برای اینا، شما خودتونم بگذارید جای آقایان، راه دیگه ای نمونده براشون جز این که بگن آقا مسئله را اصلا بذارید کناری، مسئله را پیرامونش حرف نزنید چون چیزی ندارم تو اون زمینه بگن. اما در همون امریکایی که آقایان کعبشون هست، کعبه بسیاری از اینها شده، امروز حتی خروار خروار در مورد جنگ انفصالش هم هنوز تحقیق هست و منابع در میاد و می نویسن و بررسی می کنن و وحث می کنن در مورد پیش از اونش. نه، ما به 50 سال پیش خودمون، به اون درسی که به همه جنبش های رهایی برداشت سفرهای انگلیس امریکا و وزارت خارجه انگلیس امریکا بسیار درست بود، که تخم لقی که مصدق شکسته است برای ما از ونزوئلا تا اندونزی گرفتاری بار خواهد آورد، درسی بود که به تمام جنبش های رهایی بخش ملی داده شد و دیدیم که بعد جریان 30 تا 32 و کودتای 28 مرداد رو در خلاف تبلیغات امریکایی‌ها نباید در چارچوب تضاد دنیای اول و دنیای دوم یعنی غرب و بلوک شوروی بررسیش کرد، در چارچوب تضاد دنیای اول و دنیای سوم یعنی مردمی که غارت می‌شدند و جز منابع خامشون هیچ چیز دیگه برای ورود به خالت توی بازار بین‌المللی نداشتن و این منابع به ثمن بخش به غارت می‌رفت و برای به دست گرفتن کنترل اختیار منابع ملیشون و حاکمیت استقلالشون مبارزه می‌کردن، تو این چارچوب باید بررسیش کرد. و تحلیل خود حضرات امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها خیلی درست بود که مصدق سرنش بیست در این زمینه درست و بود. بله. و علی رغم همه یاد سرایی این کتوله متوله ها، در حال تاریخ مصدق، تاریخ معاصر ایران یه تاریخ پیش از مصدقه، هر وقت بخواید بدید بله. از 20 تا 32 و یه تاریخ بعد از مصدق درست از کودتا. بله. این است که عرض میکنم ما جامعه ایران به این مرد بدهکاره و ستیر و مصدق رویاد و شخصیتیش که باید از نو شناخت. تشکر میکنم آقای دکتر. یک خستتون کردم، ولی یک مسئله دیگر رو میخواستم عنوان بکنم. وقتی که زنده یاد دکتر محمد مصدق روانه دیوان لاهه شد برای دفاع از ایران، از حقوق ایران، تقی‌زاده در غیابش به هندرسون گفته بود که این پیرمرد رو شما نمیشناسید هنوز و این پیرمرد در برابر دیوان لاهه خواهد نشست و با تمام ید و بیضایی که غرب برای حکم بر علیه مصدق دادن دیوان لاهه چیده، این مصدق، این پیرمرد فائق میشه و رأی دیوان دادگاه رو به نفع خود خواهد گرفت. این پیشبینی تقی‌زاده بود که به هندرسون میگفت. اما در زمانی که زنده یاد مصدق ایران رو ترک کرده بود به طرف لاهه، دست و پا میزدند که مصدق رو قبل از این که اصلا به دیوان لاهه بره و دفاع بکنه، یعنی یک جا هنوز تو راهه، چون اون زمانا که نمیشد 5-6 ساعت اومد، طولانی بود این سفر تا لاهه، تلاش میکردن که مصدق رو شاه عزل بکنه تا اینکه او پاش به دیوان لاهه نرسه. دلیلی که به نظر شما
این کار رو میخواستن بکنن که مصدق پاش نرسه به دیوان لاهه، از چه میترسیدن به غیر از مصدق و اشاره‌ای که از قول تغییزاده کردم؟ چه چیزی مطرح بود به نظر شما؟ خیلی روشن. ببینید، این استدلال اولی که تا آخر کار ماند موزری و برش پافشاری کردن و بردن از خود مصدق بود. البته دکتر متین دفتری مشاور مصدق در حقوق بین الملل بود و خب دیگران هم سهمی داشتن، چون ولی این نظر خود دکتر مصدق بود که دعوا دعوای داخلی است، دعوا یک حاکمیت مستقله و یک شرکت خصوصی قراردادی بهش داده و سر منابعش و اساسا خارج از صلاحیت دیوان بین المللی است، برای اینکه صلاحیت اون دیوان محدود و منحصر می شود به دعاوی بین دولت ها. درسته. حالی که یک طرف این دعوا یک دولت، یک حاکمیت مستقله یعنی ایران، و یک طرف دیگه شرکت خصوصی است به نام AIOC. دلیلی ندارد که این بیاد تو دیوان. این استدلال محکم بود. انگلیس ها حرفهای بی پر و پایه و سست و سخیفی می زدن، از قبیل اینکه در جریان انعقاد قرارداد 1312 نمیدونم نماینده جامعه ملل هم یه نماینده گزارشگر یه رپورتر هم وجود داشته بود. خدمت شما عرض کنم ما هم نمایندگان دولت بریتانیا زمان رضاخان وقتی اون قرارداد 1312 مذاکره میشد بودند و نبودند و این صحبت ها سخیفه، ارزش حقوقی هم نداره. مصدق خیلی حرفش روشن، کوتاه و قاطع بود که AIOC دولت نیست، حاکمیت مستقل نیست، این یه طرف دعواست، دولت ایران یه طرف دعواست. حتی اون قرار اولیه هم استدلال دارید که دیوان یه قرار موقت صادر کرد. درسته. تا اتخاذ تصمیم نهایی شرکت نفت و وسیله یه هیئت 5 نفره مرکب از 2 عضو ایرانی، 2 عضو انگلیسی و نفر پنجم که از یک کشور سال دیوان انتخاب بکنه اداره بشه. مصدق اینم زیر بارش نرفت، گفتش که ما قانون گذرانده این برای ملی کردن نفت و این مقایر با اون قانونه و در واقع اینجوری میخوانده مطبعه شرکت نفت رو توی لباس دیگه توی جلد جدید وارد ایرانش کنن. نرفت زیر بارش و دیوان هم نتونست چیزی نداشت. این پیشنهاد بود، انگلستان فورا این پیشنهاد رو پذیرفت، برای اینکه میدونه هوشیار بود مصدق، زیر بار نرفت و سر آخر هم دیدید که 9 در برابر 5 که استحضار دارید اون قاضیه چون 9 نفر اکثریت قاضی انگلیسی عضو دیوان هم رأی داد، برای اینکه حرف مصدق متین و محکم و منطبق بر موازین حقوق بین الملل بود. نمیدونم شاید بعضی از شنوندگان در جریان اجلاس وقتی مصدق رفت میدونید اونجا جاها را پیش بینی کرده بودند که هیئت نمایندگی ایران کجا بنشینند. بله بله. هیئت نمایندگی بریتانیا کجا بنشینند. دکتر مصدق میره، خب این آدم با همه قاطعیتش با همه هوشیاریش این حرفا یه حس یک توانایی بهره‌گویی و شوخ طبعی بسیار قوی و شاخص هم داشت. درسته. مصدق میره و جای هیئت انگلیسی میشینه و وقتی که میان حضرت تو چی میدن که شما جای انگلیسی هست چرا شما جای اونها نیست، جای شما میگن خب قصه همینه، در ایران هم حرف ما همینه، جای ما حضرات آمدن جای ما نشستن، اگر اینجا جای انگلیس یا اونجاست جای من اینجا نیست، جای انگلیس هم ایران نیست و جای اون شرکت اون مسئله داخلی ما میکرد ما مداخله میکنن آمدن به قرطانی نشونن باقی. اصلا مشکل همینه که چرا جای ما نشستن، متوجه هستی؟ کاملا. آقای شتفت سفیر انگلیس در ایران خیلی عصبی و ناراحت تو اون چیزای آخریش که دیگه مایوس شدن از هر نوع تلاشی که کردن برای فریب دادن، برای خریدن، برای بازی دادن، برای چیز مصدق و به نتیجه نرسید، خیلی عصبی و حتی توهین‌آمیز برای وزارت خارجهشون مینویسه، میگه که یه مش دیوانه اینجا، ایران اجالتاً تحت سیطره و حاکمیت یک مش دیوانه است. یادم نیست کدوم یکی از این نشریات چیز هست
انگلیسی هست اتفاقا، که بعد از اینکه رأی نهایی دیوان صادر میشه می نویسه که دیوانگان تهران دعوای دادگاه بین الملل را بردند. عجیب. همون دیوانه ها. بله. می گفت دارالمجانین ایران. بله. اسم مجانین برنده شدن تو دعوای لاهه. بله. هر صورت هست کردن هنوز مونده است تا همه چیز باز بشه. ما این دین رو داریم به تاریخمون، به مصدق، به سیتیر باید ادا کنیم، باید بررسیش کنیم و باید روشون کار کنیم و ازش درس بگیریم. خیلی ممنونم آقای دکتر. اجازه میدید یک سوال کوچیک دیگه هم بکنم؟ خواهش میکنم. خواهش. سوالم در رابطه، چون میدونید که زنده یاد دکتر محمد مصدق درست قبل از سی تیر و یکی از مسائل استعفای او، یعنی مهمترین مسئله استعفای او این بود که میخواست ارتش رو دولت تعیین بکنه، یعنی رئیس وزیر جنگ رو، بله، که دفاع ملی مینامید و اینا، میخواست دولت، نه دولت او، همیشه اصلا دولت تعیین بکنه، یعنی چه که شاه باشه این کار بر سر ارتش. اصل قضیه رو نیروهای مسلح و اطلاعات همیشه بیرون از دولت رهبری میشده. بله، این مسئله قصه همینه. بقیهش این که دولتی آسفالت کردن خیابان ها تصمیم بگیره یا نمیدونم در زمینه ساختن بیمارستان ها، این حرفا فرعیست. نیروهای مسلح، دستگاه های اطلاعاتی، ارتش، اینها همیشه بیرون دولت، همیشه خاصیت اینجا این مملکت این بوده و مصادق حواسش جمع بود روی این مسئله. خب من سوالم این هستش که امروز، خب تأثیر سیتیر و اصولا تأثیر نهضت ملی بر روی مصر رو هم بینندگان میدونند و هم جنابالی بهتر از من میدانید. این ارتش کنونی مصر در رابطه با اتفاقاتی که افتاده، آیا المانها یا افرادی وفادار به ناصر و ارتش پیشین زمان ناصر درش وجود داره؟ این رو چگونه وصل میکنید، اگر بشه وصل کرد به این جریان ارتش؟ قبل از وضع ارتش، قبل از اینکه من اظهار نظری رو به وضع ارتش امروز مطرح بکنم که چندان صلاحیتی هم ندارم، اون مقدار که مطالعه کردیم و از دور ناظرین میتونم بگم، ولی قبل از اون یه چیز رو من بگم. در زمینه شما اشاره کردید تأثیر سی تیر و جنبش ملی کردن نفت در ایران بر مصر. بله، این خیلی مهمه. در این زمینه احتیاج نیست ما اظهار نظر بکنیم. بله. من میکنم هیچ کس در این زمینه برای اظهار نظر صالح‌تر از عبدالناصر نبود. خود عبدالناصر آدمی که خود منشأ اثر بود، جامعه خودش رو میشناخت و تو مصر به هر حال میدونید تو مصر کسی برای اظهار، و عبدالناصر کتابی داره فلسفه انقلاب مصر. بله. اون کتاب صراحتا میگه من طفل دبستان مصدق. یعنی تأثیر جنبش ملی کردن نفت و سی تیر تا این حد بوده توی مصر و توی کشورهای عرض کردم امریکایی متوجه این مطلب کاملا بودن. اتفاقا یکی توی یکی از این اسناد خود انگلیسی ها مثالی که میزنه، میگه اگه پس فردا مصری هم به فکر ملی کردن کانال سوئز افتادن چه باید کرد. این یعنی تأثیرش، تأثیر اون جنبش. اما در مورد ارتش مصر، میدونید ارتش مصر ظرف اون دوره 20 ساله مبارک جیر خود امریکا بود، بی تعارف. صد درصد. یکی از افزارهایی بود که امریکا توی حوادث سال قبل هم سعی کرد دست نخورده باقی بمونه که در مراحل بعدی بشه از این افزار استفاده کرد. بنابراین از تعمیر حرکت مردم و رادیکالیزه شدنش جلوگیری کردن. یادتون هست خانم کلینتون به سرعت پرواز کرد اومد و بله. تشکر که شما کار بزرگی کردید برای دموکراسی و بسیار فلانه، ولی حالا برید تو خونه هاتون دیگه، بذارید به بهترها قضایی رو جمع جور بکنن. بله. و ارتش رو مانع آمدن پیش دستی بکنن که مردم با ارتش درگیر نشن، برای اینکه ارتش بمونه برای تحولات بعدی. اما من دو تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. بفرمایید. که این که این جبهه‌ای که الان علیه مرسی و اخوان ایستاد،
اون جبهه جبهه هست، یعنی یک دست و همگون نیست. نگاه سیاسی و ایدئولوژیک واحدی به حوادث به آینده نداره. چشم‌اندازشون متفاوته. از نیروهای متفاوتی تشکیل شده که اینا در واقع آرمان‌های سیاسی مختلف دارن. اجالتا در برابر اخوان و اون مرسی یک جا ایستادند. اینی که قضاوت کردن در موردش الان پیچیده و مشکله، برای اینکه اون چه که مایه و پایه وحدت این جبهه مقابله با حکومت اخوانی. اخوان المسلمین هم شما میشناسید. بله. تو بحرانی ترین و سخت ترین سر مسئله سوئز، موقعی که مصر یک پارچه خون آتش بود و واقعا به زله شده بودن انگلیسی ها، قاهره به آتش زدن. قاهره به آتش زدن تا ملت مصر به زانو در بیاد و جنبشش رو خفه کردن و بعد هم مشخص شد که آتش زدن قاهره کار اخوان المسلمین بوده. اینها چنان خائنانه رفتار کردن که سید قطب و عبدالناصر مجبور شد اعدامش کرد. بعد برگشت. اگه بچه های جوان امروز نمیدونن دیروز چه خبر بوده تو خاورمیانه یا تو کشور خودشون حتی نمیدانن، با این شعارهای یاوه نولیبرالی همشون دنیاشون شده. اونا من و شما که میدونیم چه خبر بود، من و شما که ماجرای سید قطب و اخوان المسلمین رو در دوره ناصر میشناسیم، من و شما هم که میدونیم چی بود چه کاره بود. درسته. بنابراین یک پیشینه اخوان المسلمینه و تو این یک ساله اخیر مناسباتش با قطر و با شفنشین های خلیج و با در واقع مستعمرات عربی امریکا تو خلیج فارس خیلی روشنه که بوده. اما در مقابلش ترکیبی که در مقابلش قرار گرفته همگون نیست. من ارتش مصر رو اونی بود که عرض کردم، اما این حکمیست که در مورد سران این ارتش میشه داد، ولی بدنه ارتش به هر حال از مردم هست. بله، منظور منم هم این سوال من این بود. بله. نقش آینده این چه خواهد بود باید نگاه کرد، نشست و دید حوادث آینده چه سمتی رو نشون میده. کاملا صحیحه. خیلی ممنونم آقای دکتر. امیدوارم که خوب و خوش باشید در ایران و همچنین از دانش و گفتار شما بتوانیم در آتیه استفاده بود. سپاسگزارم. سالم و سر حال و موفق باشید. متشکرم. روز شما، شب شما خوش دارید. روزتون بخیر. خب همیهنان گرامی، ملاحظه کردید که در دو روز گذشته دیروز با ستم، یکی یک افسر با شرف بازنشسته که اینطوری که خود ایشان به من میگن آقای دکتر عقیلی پور، سرهنگ یا کلنل عقیلی پور، گارد شاهنشاهی در زمان ثریا بود، ایشان آمدند و در مورد سی تیر صحبت کرد. بعد میخوام تفاوت، یعنی افراد مختلف جامعه رو ببینید. بعد آقای میرزا آقاسی، یک آدمی که مسلمانه و با اسلام که خود باور داره و از روی قرآن آنطوری که قرآن رو به خوبی میشناسه، آمد و راجع به دکتر مصدق و سی تیر صحبت کرد. آقای دکتر رئیس دانا که عضو جبهه ملی بودند در زمانی که جبهه ملی دارای آبرو و اعتباری به مراتب بیش از امروز بود، آمدند و راجع به سی تیر چه صحبتی کردند که روی سایت چه باید کرد است، اگر گوش نکردید و میتونید گوش کنید. و امروز هم آقای دکتر زرافشان، چهار تن از سرشناسترین انسان ها، ولی هر کدام با باورهای کمی متفاوت یا زیاد متفاوت و با گذشته متفاوت، آمدن راجع به دکتر مصدق و سی تیر صحبت کرد. بنابراین
اگر چهار تن بدین گونه صحبت کردن ما بیهوده نیست که دائم به خصوص بر روی سطحی چه باید کرد بر روی مسائلی تکی میکنیم و یا منتشر میکنیم، مطالبی رو منتشر میکنیم که دشمنان مصدق و دشمنان در واقع ملت ایران و دشمنان استقلال ایران تا به امروز، یعنی امریکا، انگلیس و هم دستانشان رو رسوا بکنیم. مقاله ها، مطالب ما بر این اصل در روی سایت چه باید کرد بنا شده. مطلبی که بر این اساس مطلبی روی سایت چه باید کرد هم اکنون هست از جیمز کوربت به نام کوربت ریپورت. در این مطلب که یک ساعت، در این کلیپ که یک ساعت طول داره، خواهش میکنم کسانی که به خصوص انگلیسی، زبان انگلیسی رو خوب میدانید، گوش بکنید و ببینید که چگونه در این کوربت ریپورت آقای کوربت بر علیه جهانی شدن آن چیزی که امریکا میخواد که جهان بیاد زیر سلطه او، چگونه دستورات خیلی ساده، یعنی دستورالعملها، نه دستورات، دستورالعملهای ساده ای رو عنوان میکنه که هر یک از ما ولو اینکه در کار سیاسی اصلا علاقه نداشته باشیم یا نخواهیم، ولی از نظر سلامت جسم و جانمان و فرزندانمان و آشنایانمان چقدر مهمه که مثلا بر علیه این رستوران‌های مکدونالد که بچه‌ها، به خصوص بچه‌ها در سنین 3-4 سالگی عاشق خوردن همبرگر مکدونالد هست و چه سمی در این، واقعا سم، ای کاش سم در این همبرگرها می ریختن خیلی بهتر بود تا آنچه که جز به جز این همبرگرها رو تشکیل میده. آقای کوربت در این ریپورت میگه که با قبول مسئولیت یکایک که ما میتونیم چه تأثیری بگذاریم تا مکدونالد رو مجبور بکنیم که غذای سالم به بچه های ما و به ما بده. در صورت من نمیخوام، وقتی نداریم که بیشتر صحبت بکنم، چه بسا در آینده در این مورد با شما صحبت خواهم کرد، ولی استدعا میکنم، این اشارات رو کردم تا اینکه امیدوارم شما عزیزان، حتی اونهایی که انگلیسی خوب نمیدانید، با کسانی که انگلیسی خوب میدانند بنشینید و این گزارش رو که روی سایت چه باید کرد هست الان و چندین روز لااقل اون رو نگه خواهم داشت و گاه دوباره میارم و باز نگه خواهم داشت، برای اینکه بسیار، نه تنها در مورد همبرگر که عرض کردم و مکدونالد، در مورد اینترنت، در مورد چگونگی محفوظ بودن از اینکه نتوانن ایمیل های شما رو کنترل بکنن و بدزدن و خیلی مسائلی دیگه. بسیار رو یک ساعت برنامه است که جز به جز آن میتونیم ما انجام بدیم، هیچ گونه خطری برای ما نداره، هیچ گونه اقدام سیاسی نیست، تظاهرات نیست، چیزی که باعث بشه ناراحتی برای
ما ایجاد بکنه نیست، ولی یک سری مسائلی است که ارزش این کلیپ برای اینه، یک سری مسائلی است که هر کسی با مسئولیت پذیری میتونه پیرو آن باشه، اجرا بکنه و تأثیر بگذاره بر امروز و فردای بشریت. عرض دیگری ندارم، امیدوارم خوب و خوش باشید عزیزان، و مثل همیشه با این بیان که زنده باد استقلال، زنده باد آزادی، زنده باد عدالت اجتماعی، با شما بدرود میگم تا در آینده که چه موقع و چه روزی بتوانم بار دیگر با شما باشم. روز و روزگار به شما خوش.